نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز پنج شنبه و جمعه نهم و دهم شوال سال 1445 برگزار شد. در این نشست ها همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با حکم استفاده از اجناس و خوراکی‌های مشکوک در بازار شهرهایی که غالباً مسلمان هستند اما ملتزم و متشرع نیستند فرمودند، خدای عزوجل این گونه امور را تسهیل فرموده، همانند جایی که انسان نمی‌داند چیزی طاهر یا متنجس است که اگر واقعاً متنجس باشد طاهر نمی‌شود، اما خدا آن را برای ما تسهیل کرده که حکم طاهر داشته باشد، لذا در سوق و ید مسلمین هم خدا متعال تسهیل کرده است. معظم الله در ادامه فرمودند، در این موارد اطمینان به طاهر و حلال بودن لازم نیست، اما اگر اطمینان به خلاف آن حاصل شد استفاده از آن اجناس جایز نیست. یعنی اگر در بازار مسلمین از یک فروشنده غیر ملتزم و غیر متشرع قصد خریداری چیزی داشتیم و اطمینان داشتیم که جنس او دزدی و یا غیر طاهر یا غیر حلال است، در این صورت خرید آن جایز نیست. ایشان همچنین تأکید فرمودند، تا اطمینان به خلاف چیزی نباشد، حتی در صورتی که انسان زن و گمان به خلاف در حد 60 یا 70 درصد داشته باشد، باز هم خرید از بازار مسلمانان اشکال ندارد، چرا که خدای متعال برای بندگانش این مسئله را تسهیل فرموده است. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با حکم برخی از افراد که میگویند من اسلام را قبول ندارم فرمودند، این گونه گفته ها معمولا از روی عصبانیت و بعضا ناآگاهی بیان می شود و تا محرز و مسلم نشود که آن فرد مرتد شده، استصحاب اسلام در مورد آن جاری است و همچنان حکم مسلمان را دارد. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. من شک دارم که این مال دزدیده یا مال خودشه. اینم آدم یه روبراه نیست. من آدمی که شک داری نداره. آدم روبراهی نیست. آدم مرده من بخورم. چیز نفسشم بگم بخورم. ولی من شک دارم که آیا مال خودشه یا این آدم آدم روبراهی. خب ید مسلمونه یا نه؟ خب ید مسلمون اماره است. مگه یقین داشته؟ خیلی افراد و ناموالی هم اماره هست. اصلا اماره است، ید مسلم برای لایوبالی هاست، اگر نه اونی که شیخ انصاریه که شک آدم نمی کنه. خدا تسهیل کرده. به حضرت عرض کرد که انفحه میته تو بعضی ها پنیر میذارن، حضرت فرمودن که امن اجل مکان واحد یجعل فی المیته یحرم ما علی الارض. خدا تسهیل کرده، میگم مثل کلش این لکه نظیف حتی تعلم انه قذر. چون من نمیدونم که این نجسه پس نجس نیست، دونستان من از دونستان چه خصوصیت داره. خدا تسهیل کرده، گفته اون احکامی که برای نجس گفتم در نمیدونم نجس یا طاهر، این احکام جاری نیست، تسهیل بر بنده هاش کرده. مولانا اینجا داریم علا امارت و حجت و مالن یکون خلافو بعد خلافش اگر خلافش باید احکام خلاف ظاهر میشه. اشکال نداره.